گردی. مثل همشه شمسی جونم، دوشنبه و سه شنبه. راستی کی برمیگردین حاج آقا؟ مثل همشه جونم، چهارشنبه و پنجشنبه. قربونتون برم، از این بخوریم. قربونت برم حاج آقا. حاج آقا کی برمیگردیم؟ مثل همیشه جونم، شنبه و یه شنبه. آه به سلامت. نمازتون تموم شد گلبهار خانم؟ اکبر بله. پشه بند زدین؟ بله. خوابتون نمیاد؟ چرا چشمام دیگه واز نمیشه. خب پس پاش بریم بخوابیم دیگه. شما بفرمایین من یه دقیقه دیگه میام. چرا حالا نمیان؟ نمازمو بخونم میام. مگه تموم نشو؟ اکبر چرا نماز کمیلم مونده؟ زود باش بابا، ساعت دهه. تا بریم بخوابیم دوازده میشه. آقا اکبر شما بفرمایید من یه رو به دیگه میام. بابا جون ساعت ده و ربع شد، این نماز کمیل تموم نشد. چرا؟ ای بی من چی کار داری؟ خب اگه تموم شد ببریم بخوابیم دیگه.
آخه هزار تام صلوات نذر کردم که باید بگم. هزار تا صلوات؟ عزیزه دلم، این ذکریاتو بذار واسه شبایی که من مسافرت هستم. لا اله الا الله، اون شبا 2000 تا میگم. خب 3000 تا بگو که وقتی من میام دیگه بدهکار نباشی. لا اله الا الله. حاج آقا، هر دفعه که میخوام جواب بدم ذکرم باطل میشه، باید از سر بگیرم. اگه میخواین زود تموم بشه شما برین دراز بکشین، من الان میام. پاشین بریم ببینم. باریکلا. بابا زن، عزیز دلم، گلبار خانم، تموم نشد؟ گلبار خانم، میخواین نصفشو من براتون بگم؟ میخواین؟ استغفر الله ربی و اتوب الیه. اگه جواب ندم بیادبیه، اگه جواب بدم همش باطل میشه، باید از سر بگم. گفتم دراز بکشین الان میام. ساعت 11 شد. اگه 10 دقیقه دیگه صبر کرده بودین میومدم. تقصیر خودتونه دیگه، باطل شده بعد از سر بگم. حالا چند تاشو گفتی؟ 700 تاشو. 700 تا رو میخوای دو مرتبه بگی؟ آره دیگه، چاره چیه؟ شما بفرمایید، ایره قربونتون برم. پاشی بفرمایید برین، من نذر کردم باید حتما بگم. اصلا باز چی نذر کردی تو؟ برای سفید بختی. میخوام پیش شما سفید بخت باشم. که سیاه بختی تو عزیزم؟ دلم میخواد سفید بخت‌تر باشم، سفید مثل بلور. خواهش میکنم، تو از بلورم سفید بخت‌تری. بیا بریم بخوابیم، بیا بریم. شما بفرمایید حاج آقا، من الان میام. من اگه این ذکرم تموم نشه ها تا صبح خوابم نمیبره. حالا بفرمایید اینقدر وقت رو تلف نکنید، من اومدم بابا. من قربونه دارم یه خطه تون تر بیا. من که دارم تون میام. نه خیلی تون تر بیا. بودو خودو اومدم دیگه، چه خبری ته؟ یه لاغی تو این میکی رو نمیای. تو بودو ته، بودو ته، حاج آقا نداری. بودو 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 سلام علیکم زنده. سلام از من خانم، خیلی خوش اومدید. بفرمایید قربون قدم تو، بفرمایید. خب شما چی داشتید؟ کارگردان ساعت نیچه خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. خوش اومدید. معذرت میخوام، این دستمال منه. اختیار داری؟ وا اختیار دارین دیگه چیه؟ این دستمال منه دیگه.
زود باش بده من بلا آجانس صدا میکنم. چه پرو؟ دستفند منو داره میدوسته بعد میگه من آجانس صدا میکنم. به من میگی دوست؟ دوست جد و آبادته. محترم برو آجانس صدا کن بینم. حالا معلوم میشه خبره نشونت میدم. از خانوم بپرس. الحمدلله اینجا همه منو میشناسن. اما تو چی اصلا معلوم هست کی هستی؟ خوابه تو رو خدا. یواشتر بابا. ما هم تو محله خودمون همه میشناسن. حالا یه دفعه هممون خراب شده پاشنیم اومدیم اینجا. تازه منم به خاطر محترم اومدم اینجا. چیه؟ چیه خانوم؟ بفرمایید ببینم چرا شلوغ کردی؟ چه خبره؟ زنوسا این دستن الان 5 ساله که تو دست منه. تو رو خدا شما به این خانم بگین که این دستن مال منه یا نه؟ این دستن مال اینه. راست میگه کارگر داشتی؟ بله. واه خدا مرگم بده. خوش اومدی. پس دستبند من شاید تو قفس هست. مگه درشو قفل نکرده بودی؟ بز ببینم. بسی ببینم اینجا که نیست. اش شمسه خانم جون پس این چیه؟ ببین ایبا خدا مرگم بده. خانم خیلی معذرت میخوام منو ببخشید. آخه این دستبند شوهرم از اصفهان برام آورده. سوغاتی شوهرم که میدونین خیلی عزیزه. بله اتفاقا دستبند منم شوهرم از اصفهان برام سوغاتی آورده. چه خنده دار. دو تا شوهر از اصفهان برای زناشون دستبند سوغاتی آوردن که عینه و عینه هم استغفر الله. خانم آقای شما چی کاره؟ تاجرم. از تهرون چیز میز میبرن شهرستونا، از شهرستونا چیز میز میارن تهرون. با خاک به سر. چرا؟ اینهوی آقای ماست. آقای شمسی خانمم تاجرن، از شهرستونا چیز میز میارن تهرون، از تهرون چیز میز میبرن شهرستونا. بله. حاج آقا کمال معروفن، تموم ایرون میشناسنشون. چی؟ حاج آقا کمال؟ بله. بله حاج آقا کمال. مگه چی بشه؟ وای خدا مرگم بده. آخه اسم شوهر منم حاج آقا کماله. حاج آقا کمال شما چند سالشه؟ چرا 5 سال؟ خب حاج آقا کمال ما هم چرا 5 سالشه؟ بلنده یا کوتاه؟ کوتاه. مال شما چی؟ کوتاه. بابا جون اتفاقه. 1000 تا حاج آقا کمال هست، 1000 تا آدم کوتاه هست، 1000 تا هم تاجر هست. هر دوشون یکی باشن چی؟ نمیشه یکی باشن. حاج آقا کمالیشون لابد هر شب تو خونه است. نمیتونه پیش شما باشه مگه نه؟ نه حاج آقا کمال ما فقط هفته 2 شب میاد خونه، شنبه و یه شنبه. آخ شمس ملوک جون مثلی که داره بوش در میاد. چطور مگه؟ آخه حاج آقا کمال ما فقط هفته 2 شب میاد خونه، 2 شنبه و 3 شنبه. ای بدزاد غلط نکنم حاج آقا کمال هر دومون یکی. اگه حاج آقا کمال هر دومون یکی باشه مو به سرت نمیذارم. بابا اول خواهریتون رو ثابت کنیم بعد ادعای ارث کنیم. مگه امشب حاج آقا کمال شما خونه نمیاد؟ این خانومو میبرین تو اتاق بغلی قایم میکنیم. اگه فهمیدین تو حاج آقا کمال هر دوتون یکیه اون وقت مو به سر هم نذارین. چرا مو به سر هم نذارین؟ مو به سر حاج آقا کمال نمیذارین. شنبه و یه شنبه میاد پیش من، 2 شنبه و 3 شنبه میاد پیش شما. حالا باز فهمید بقیه شو کجا میره؟ بقیه شبای هفته رو میرم مسافرت دیگه. چند دفعه بگم مسافرت؟ بله مسافرت. منم باور کردم مسافرت. این چه جور مسافرتیه که سالی به 12 ماه اونم هر هفته؟ خب 1000 جور مسافرت داریم اینم یه جورشه. آره جون خودت اصولت دیگه میپرسه. برو عقب باشه زودتر جا رو بنداز شمسل مروی خانم جونم. ایبا چیه ته حاجی؟ بیا برو زودتر جا رو بنداز. چه عجله‌ای داری؟ هنوز که نماز تو نخوندی. این چی بود؟ من بودم. مثل اینکه صدا از این بر بودا. نه این صندوقونه صدای آدمو پس میده. بیا نگفتم که تو این دفعه سکسکه نکرده صدا پس داد. چه میدونم خورد به دیوار پس داد. آخه صدا نکرده پس داد. چه میدونم بابا شاید از اون دیوار بلند شده خورده به یه دیوار دیگه پس داده. خیالاتی شدی؟ برو وضوتو بگیر برو. این دفعه دیگه تو نبودی؟ نبودم که نبودم. یعنی یکی اون پشت هست. Thank you.
میگم خیالاتی شدی. حالا برو وضوت بگیر. برو. خانم، خانم اینجا تو رو خدا نگاه کن کجا رفته. بیا بیرون. رفت. نمیتونم. اونجا رفتی دوزی؟ اینو میدونم. سکسکم بر نمیاد. سلام حاج آقا. سلام علیکم. بیا بیرون حالا. بیا. داد نزن. دامنم جر خورد. چیکار کنم حالا؟ عیب نداره، عوضش سکسکت برمیاد. مدرم خانم مهمون دارن؟ نه چطور مگه؟ نه او به جدم قسم. والا به جدم قسم تو این خونه جز من و شما و شمس الملوک و زنهاجی هیچ کس دیگه نیست. زنهاجی؟ زنهاجی دیگه کیه؟ شما نمیدونی زنهاجی کیه؟ بر از اون سه چهار تا چه میدونم دیگه کیه؟ شمسی خانم. چی؟ شمسی خانم جوبا مواظب باشین حاج آقا بو برده. بیا جا حاجی که خوابی اینو از اون در ببر تو. باشه. صبح زودم یه تاکسی میگیری بالای کوچه منتظر میشی. حاجی که رفت ما میریم دنبالش. سمع الله لمن الحمد. حاج آقا نمازتون تموم شد. الله اکبر. بیا. بیا بیا بریم تو اتاق من. حاجی بو برده. من باید تا صبح اینجا بمونم. خانم جون الهی قربونت برم. آخه گندش در میاد. گندش در اومده. 5 سال آزگار گوله این مرد رو خوردم. سرما خوردی؟ آره. مولای من قربونه سر تا پات برم. چرا تنهایی سرما خوردی؟ میذاشتی با هم میخوردی؟ گفت چرا تنهایی خوردی؟ میخواستی بذاری با هم بخوری؟ خب گفت که گفت. آخه اینو همیشه به من میگفت. بابا نه از اون هفته به این هفته یه پیرنگ گوشت آوردی ها. نه عزیز دلم چرا با تو ناز میکنی امشو؟ نه نه؟ نه آره آره میبینی وقتی گفتم آره یعنی آره. نه نه حالا 15 ساله میگی نه منم بگیم آره. آره دیگه. نه آره نه نه دید میگم آره. نه عزیز دلم آره. نه تو آره. این تو رو خدا بگو آره. نه آره. نه آره دیگه. آره نه یعنی آره. نه فعلا خدافظ. دیگه من رفتم. به خدا سپردم. Thank you.
چی؟ چه خبرت سر میبینی؟ حالا که طوری نشده آقا. اگه طوری هم شده بود که اومدی پایین گریه میکردی شدی درد هم شده بازمی نکردن ای بابا باره بابا دو تا لگوری انداخته دو ماشین خیال کن نابر چه آورده شما چطوره؟ سلام گل گلاب چطور احوال شما؟ چه خبر ها؟ خبر ها پیش شما هست شما کعب الاخباریم ما کعب الاخباریم اول شما چند تا مخبر برد یه وقتی که میشتومه بابا نه ترس ها جاقا من تلگرافه حرف مزنم این شاگرد دوتا دست به سر کن بره جایر اصلا بپر قهوه خانه دوتا چای برده بیرم آج آقا چای میخوره یا ترش؟ من ترش نخورده ترش کرده دو تا چای پاکیزه بردار بیار بچه واسه ترش کردین حاج آقا از دست همون چند تا مخبری که خودت گفتی از وجود هم اطلاع حاصل کردن نه خدا رو شکر هنوز نمیدونن یعنی هیچکی نمیدونه البته به غیر از بازی شما که جای خود داری شأن و مقام شما پیش من خیلی عجله از این راز من هیچ کس خبر نداره جز شما خیلی ممنونم شما لطف دارید خب بفرمایید ببینم برای چی ترش کرده ضعیفا یواش یواش دارن صداشون در میاد مگه از اون حبا مصرف نمیکنه نه از اون جد عرض نمیکنم گرچه حبم هم تموم شده اومدم ازتون بگیرم اما زنا قرقرشون در اومده که چرا اینقدر مسافرت میرن همشون بدون اینکه با هم قرار گذاشته باشن چون از وجود هم که خبر ندارن میگن ما شوهرمون رو هفته ای هفت شب میخوان اونم که نمیشه بله بچک من به تو گفتم برو دوتا چای وردا بیا خودتون گفتین ترش و چایی تقصیر من نیست من از حاج آقا پرسیدم ترش یا چای حاج آقا ملازم میفرمایید از صبح تا شب واسه دست این پسر ای خنگ نفهم هرس بخورم خونم به جوش اومد از دستش بفرمایید اینجا میل کنیم باز دیشش باز هر مخنده الان میرم عوض میکنم نمیخواد عوضش کنه ببر خودت کوف کن تو باز نیشش باز هر میخنده تو برو بیرون پسر بحبه خوش آمده خوش آمده سلام علیکم از سینه بلان شاه دامال تپا مؤثر افتاد نوت شب اول مرد نبود مردش دیگه انگار نه انگار میخواستین دوتا بالا بندازن آخه دیگه نداشتن چطور نداشتن هفت و هفت دادم واسه هفت شب سه تاشو خوردی چهار تا باز داشته باشه نه آخه من شب اول سه تا خوردم آمیر جان سه تا تو توپ برزی داغم میشه یکی مصرف کردم نشد یکی دیگه انداختم بالا باز دیدم انگار نه انگار اون من مجبور شدم سه تا بخورم خب حالا که ستاشو خورده بازم انگار نه انگار یا انگار نه انگار انگار انگارنگ اثرکی داشت پس اوزاد خیلی خرابه که باز حب و دل پناه بدم اینه میبینی اصاره هفت گیاه جنگلی هم به مرچه بدن و فیل میشه تو تفنگ بریزن توپ بشه نوش جانت بفرم نه از شما در نکنه آجا خدا سایه شما رو از سر ما کم نکنه
اگه اثر نکن نوتا میتونم بخورم. نه 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 این تنهایش هشتاییه. میگم یعنی اگه خدایی نکنه اثر نکن چی کار بکنه؟ اگر اثر نکرد فقط یک چاره داره. اون چاره چیه؟ باید دور تریاک قلم بگیرین. الوان جان پولش چطور شد؟ چوب خند ندم بابا جون، چوب خند شده. شما باید از این حبهای دولا پهنا مصرف کنین. چرا؟ خودتون گفتین همشون هفته هفت شب شما رو میخواد. هفته هفت شب که نمیتونین خونه همشون باشین. این حبها یه نیروی میدهد که دو شب و هفت شب میخونه. دست شما درد نکنه. خب کرایه ها رو جمع کردی بابا؟ بله، تقدیمتان میکنم. بده بیاردین. این مال نجاری، این مال بقالی، سمساری، جوشکاری، اینم همم. پس مال خودت کو؟ مال خودم با عزتون پای حبا نوشته. ده تا دو تومن، بیست تومن، کرایت پنجاه تومن میشه. این آخه دولا پهناست. خیلی خب، ده تا چهار تومن، چهل تومن، بازم در ما بده کاری. ای بابا حاج آقا، ماشالله در عالم رفاقت مور از ماست نکشین. بفرمایید اینم دو تا حب بابت تتمش. حالا بفرمایید دو چهار تا هشت تومن، پس دو تومنش کن. دو تومنش یکی از این حبای کوچولوه. معلوم نیست اونجا چی کار داره. بریم ببینیم چی میگه. آقا میرزا، با اجازه شما دیگه. خوش آمدی، خوش آمدی، خوش آمدی. خدا حافظ. خب حاج آقا، امروز نوبت کدوم محله؟ باغ پسته بک. امروز تو محل شما. ایشالله خوش چی گفت؟ بودو بیم. کجا؟ باغ پسته بک. زور که برگشتم میام تو رو میرسنم خونه. قربان شما. کجاست؟ کوچه اول دست را. خدا عمر آب تو بریخ سرم که یک کشناس بشم. شدم شدم ولی اون نشد نشد. شنیدی آب تو به سرش ریخته؟ خدا مرگم بده. مگه آب تو به چی؟ وا نمیدونی؟ یعنی از ما بهترون بوده. از ما بهترون چی؟ از اون زنا. نمیدونستی؟ نه. پس چرا بهشون میگن از ما بهترون؟ چه میدونم؟ لابد از ما بهتره. استغفرالله. خدایا توبه، پاشو بریم. کجا؟ باید تکلیف حاجی رو روشن کنیم. من تو خونه از ما بهترون نمیمونم. ایوا، حالا که نه، اون وقتا بوده. اون وقتا؟ اون وقتا چی بوده؟ من الان 7 سال زنشم. شده من دستا زن؟ من فقط 5 سال زنشم. اون وقتا شو تو بهتر میشه. از من بپرسین که 10 سال زنشم. چی کاره بوده؟ از موقعی که من دیدمش تاجر بوده. پس از اول این کاره بوده. چی کاره بوده؟ همین تاجر دیگه. حالا هرچی بوده الان سر میرسه. همیشه صلات زور میاد. سلات زوری کجا میری؟ بریم خونه ما یه لقمه نهار بخوریم. نه جان شما، بنده مرخص میشم، باز برم خانه. بیا بریم حرفا چی. آخه حاج آقا، درست نیست که سر زور من مزاحمتان بشم. ممکنه مهمان داشته باشی، یه وقت نهار کم میاد. زن تا اینکه نمیدونه، اون وقت باعث خجالت میشه. من اینجا وایسا، من یواشی برم یه سرگوشی آب بدم ببینم مهمون کیه، غذا چی داریم. من که با تو رو دروسی ندارم، اگه چیزی نبود نیا. باشه باشه. چلو خورش بود من خبر کنم حاج آقا. آخ جیوان، خدا بدون چه آدم های دروی بودم. جوری میزنیمش که نفهمه از کجا خورده. آها، یکی یکیسه میکشیم سرمون، وقتی از در اومد تو خوب میزنیمش. چرا بکشیم سر خودمون؟ میکشیم سرمون. باید یه پدری ازش در بیاریم که تا اون داره دیگه حرف خوب شما بفرمایید وسایل پذیرایی آماده است. نهارم خیلی داری. سه رنگ خورش بسرم. بله. شما کجا حاج آقا؟ من میرم یه کاسه ماست بگیرم برگردم. یا الله بگو برو تو. بتاعت. یا الله میگم. چینا خیلی خوب. کسافت می بزنینش. بکشینش. خاک بر سر لعنتی. چشم تو بخریدم. خفت میکنم. می کشمت.
حاج آقا نیست. چرا بزنم نام و سلوانا؟ خاک به سرم، نامحرمه. پس حاج آقا کو؟ من چم دونم حاجی منو کرد تو خودش داد مثلا مات بخره. ای ناجنس زد به چاک دیگه هم گیرش نمیاری. چرا؟ من گیرش میارم. ماشین فولکس شما رو از دم منزلتون بردن، نمره چی بوده؟ 49625. 49625 تهران چی؟ تهران چی؟ نه قنچی، حاج آقا کمال قنچی. نه خانم جون، میپرسم تهران جیم، تهران ب یا تهران الف؟ اینشو نمیدونم سرکار. ببینم تهران جیم بوده یا تهران الف؟ به نظرم تهران جیم. تهران جیم بوده. نه تهران الف. بالاخره جیم یا الف؟ والا چه عرض کنم، این خانم میگه الف، این خانم میگه جیم. یعنی چه؟ خودتون که صاحب ماشین هستین چی میگه؟ صاحب ماشین شوهرمه، حاج آقا کمال قنچی. پس چرا از اونا میپرسین؟ آخه شوهر اینام هست. آه برمون رفت. بله خانم، از کجا میری؟ سمت میتونه نوبت تو شوهر زدی چه بی همه چی؟ شوهر تو اگه تو سه سال حاجی رو شراختی من ده سال سر به بالینش گشتم. کجا میری؟ حالا نوبت شما نیست. نوبت ما همین الان. جناب سرخان به دادم برس. شوهر رو آزدنی نمو این زمین چه سب کرده. ساکت باشی، خواهش میکنم. اسم شوهرتون چیه خانم؟ حاج آقا کمال. حاج آقا کمال؟ حاج آقا کمال. با خاک بر سر. لا اله الا الله. اسم فامیلش چیه؟ مرتضوی، حاج آقا کمال مرتضوی. فوراً شوهر اینا رو احضار کن. شما بفرمایید به محض اینکه ماشین پیدا شد بهتون خبر بدیم. خواهش می‌کنم. همش تقصیر تو آچه است. نگاه کردنش کفاره می‌خواد. خواهش ساکت بشید. چرا وایسادین خانم؟ در تو در. اینجور که معلومه اسم فامیلش فرق داره. ممکنه واسه اینا عوض کرده بشه. از این بروجک هر چی بگی برمیاد. ممکن. معذرت میخوام، نمیشه ما یه دقیقه اینجا بشینیم؟ اینجا بشینیم؟ مگه اینجا کافه قنادیه؟ بفرمایید خانم، ما کار داریم. شما هم بفرمایید تو اتاق انتظار. سر. بریم دم در واسه. الو، بله. معذرت میخوام خانم، شوهر شما چی کاره؟ شما چی مگه فضولی؟ چه بد اخلاق، حقت سر تابو بیا. ولش کن شمس الملک خانم، آدم سر به سر اینا میذاره. باید پتوشو در بیارم، من شک دارم. بیسا بریم از اون یکی بپرسیم. بریم. آخش عجب دور و زمونه. مرد شور این مرد رو ببر. از قدیم گفتن خدا نکنه تنبون مرد دو تا بشه. فلفور حوث زن گرفتن میکنه. دست به دلم نذارین که دلم خونه. بینم خواهر جون، شوهر چی کاره؟ ناسلامتی تاجر. تاجر؟ همچی تاجر تاجرم نیست. از این شهر جنس میخره میبره اون شهر میفروشه. همیشه تو مسافرت. همیشه مسافرت. تو مسافرت. پس شما هیچ وقت نمیبینینش؟ چرا؟ هفته یه شب میاد پیش من. امروز فهمیدم که هفته یه شبم میره پیش اون زن. خب پنج شب دیگه شو کجا؟ گفتم که میره مسافرت. تو از کجا میدونی خواهر جون؟ بلکه اون پنج شب دیگه‌ش هم میره پیش پنج تا زن دیگه‌ش. پنج تا زن دیگه؟ بله، از این مردا هر چی بگی برمیاد. بله. شوهر شما سن و سالش چقده؟ حدودای 40، 45. نه بلند نه کوتاه. اونها اومدش. شجاع شجاع قرنیا. اینجا دیگه خونه نیست که بگی خفش. نه تو که بچه چه سال کردی شهر هرکی. بالاخره حساب تو میرسی. هیچ غلطی نمیتونی بکنی. الحمدلله. بابا جون، بابا باز به من گفتی بابا؟ آره، دلم میخواد مثل بابا نازم کنی. آخه من تا حالا بابا نشدم، نمیدونم ناز بابایی چجوریه. اب نداره، اصلا نباید ناراحت بشی، تازه تو هم مثل منی. منم بابا به خودم ندیدم، نمیدونم بابا چجوری آدم رو ناز میکنی. پس چیکار کنیم؟ مثل بابا یا مثل شوهر؟ صبح مثل بابا. عزیزو دارم، نمیشه این ناز پدری رو از همون ناپدریت بکنم. وقتی یادش میفتم از زندگی بیزار میشم. نه 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 عزیزو دلم، خواهش میکنم یادش نیفت. خودم بابا میشم. چی میکنی؟ خب این ناز پدریه دیگه، مثل بابا. بابا ناز بابا که اینجوری نیست. تو که ندیدی از کجا میدونی؟ اگه نخوردیم نون گندم دیدیم دست مردم. دست ها را بالا برده و پاها را از هم باز کنید. شروع کنید.
شو دیگه. یالا دیگه بلند شو، اینقدر تنبلی نکن. چی کارش کنم؟ شوهر من باید ورزیده باشه. پاشو، شکمت داره بزرگ میشه. هر کاری من میکنم تو هم بکن. باشه اینطوری. بفرمایید، بفرمایید خانم. زنگ بزنم. ببخشید خانم، میخواستم یه سوالی ازتون بکنم. بله، خواهش میکنم بفرمایید. شما میدونین اون ماشین چند وقت جلوی در خونتونه؟ البته که میدونم، ماشین شوهرم از دیشب که از مسافرت اومده اینجاست. ایوه خاک حالا، اون یه شب دیگرش هم میاد اینجا. خدا ذلیلش کنه، دلم میخواد خرخیرش رو بجوام. این ماشین مال شوهرتونه؟ بله، مگه فکر کردی مال کیه؟ متشکرم. میگه مال شوهرشه. بپرسیم ببینی شوهرش اینجاست. شوهرتون الان منظره؟ بله. لطفا پس بهش بگیم بیاد دم در. باشه، همین الان صداش میکنم. کمال! کمال! قربون دستت. کمال! بله. کمال بیا دم در، کارت دارن. اومدم بابا. کیه؟ چی کار داره؟ پلیسه. پلیس؟ آره. با من چی کار داره؟ راجب ماشینه، به نظرم عوضی گرفتم. پلیس این وقت روز چی میخواد؟ بله آقا. میکشمت. چرا همچی میکنین؟ این چه رفتاریه با مریض میکنین؟ تا چشمش کور شه، تا دندش هم نرم شه. آقای دکتر، این سزاش همینه. برای اینکه کلک زدی. فعلا بفرمایین بیرون. بفرمایین. خواهش میکنم. بفرمایین. اینا چیان؟ زناشن. مثل مریض از کجا بردن؟ هر چهار تا؟ بله. چرا اینجوری شده؟ به نظرم کتکش زدن. یه لیوان آب سرد. اول باید به هوشش آورد. به هوشم نزن بابا، نزن. حالم هم خیلی خوبه. یعنی چی؟ نمیفهمم معنی این کار چیه. مسخره بازی داره بودن.
خب بگیم چی شده؟ آقا دکتر دستم به دامنت، به من باید کمک کنه، بیچاره شدم، این چهار تا زن با هم دست به یکی کردن، میخوان منو بکشن. بکشن بیمارستان که جای این حرفا نیست، به دادگاه خانواده رجوع کنین. آقای دکتر تا من بیام به دادگاه عرض حال بدم، این چهار تا جون منو میگیرن. خواهش میکنم شما تجویز بفرمایید من یه هفته اینجا استراحت کنم تا آبا از آسیابا بریزن. خواهش میکنم، استدعا میکنم، تمنا میکنم. شیش سال تبابت میکنم همچین مریضی ندیده بودم. خانوما شوهر شما احتیاج به استراحت داره، ملاقاتش هم فعلا قدغنه. قدغنه که قدغنه، برای غریبه ها قدغنه. شما زنش هستین، برین تو مریض خونه دست پاش بگیریم بکشیم بیرون. نمیشه، رامون نمیدن باید ازش شکایت کنیم. این کارا فایده ای نداره باقا. من از اون خدا بیامرز یه دفعه شکایت کردم، بعد از سه سال دوندگی بالاخره آشتیمون دادن، شما بی دست و پایی. شکایت فایده نداره. دو تا از این لاتای محل باز ببینیم زیر سیبیلش رو چرب کنیم برم تو مریض خونه تا میخوره بزننش. فایدهش چی؟ ناقص میشه، بازم قبال گردن خودمونه. باید شما ازش طلاق بگیریم. بگیریم؟ چرا خرجتو از ما جدا کردی ها؟ برای اینکه شوهرم رو دوست دارم. بله. چی؟ با؟ مگه ما دوست نکردی؟ یک کاره؟ چه مردرید؟ ما طلاق بگیریم خانم حاج آقا رو درسته برداره واسه همیش. میگن فلفل دبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه. بالاخره ما چهار تا که نمیتونیم با یه مرد زندگی کنیم. سه نفر بود پاشونو بکشن کنار. خیلی خوب، اولیش تو، دومیشم شما. با چرا من؟ پس کی؟ چه میدونم، حتما من. نخه هر کسی که آب تو به سرش ریخته، اگه سر من آب تو بریخته سر تو هم باید بریزم. یعنی بگم چی؟ تو هم خونه سر چه خواهی بگیرم با خواهش کنم داری بکنم. عوض که با هم دعوا کنیم یه فکری برای حاجی بکنیم، با خدا مرگم بده. آخه چی کار کنی؟ هر چی شما بگین ما همون کارو میکنیم. هر چهارتاتون طلاق بگیری من خودم زنش میشم. والا چیزه، ببینین وقتی آدم زورش به یکی نمیرسه باز با ریشخند کارشو پیش ببره. پاشین دست جمعی بریم بهش بگین با هم آشتی کردیم، تو شوهرمونی ولی نعمتمونی، همه دوست داریم، بالاخره یه جوری ورش داریم بیارینش تو خونه. بارا بابا حوصله داری؟ سر هممونو کلا گذاشته، حالا قربون صدقشم بریم. بابا بیارمش خونه که چطور بشه؟ ده همین، وقتی اومد تو خونه دیگه تو مشتتونه، مگه نمیخواین ازش انتقام بگیرین؟ همه تو میرین دم آینه هفت قلم بزک میکنین. پشو پشو به اینجا کارت دیم. تو بیا یه ذره باسه اینجا. تو نیا جلو. ای بابا حرف نزن دیگه، گوش کن چی میگم. بزک بکنین مثل این چیه؟ این پوماده. شما چیکار میکنید؟ ماساژ میدم. شما به این کار میگین ماساژ؟ بله. چیز خوبی ها. ببینم اگه شما با دفتر عمل نکردین. چه؟ بچه را پشتتون رو مالش میدن. آخه بس که خوابیدم پشتم درد گرفته. امروز صبح یه دفعه کمرم گفت جرق. گفت جرق؟ آره. گفت جره. بله. نمیدونم این کمر من جره یه دفعه گفت جره. بابا آقا جون دست فردار، این ماساژ برای مریضیه که 10-15 روز بستری باشه. شما ماشاءالله سر ما رو گنده مثل ماهی تو آب دارین شنا میکنین. نه گفتم یعنی اگه از اون پماد زیادی دارین یه دستی هم پشت این بچه یتیم بکشین، گناه نداره که. دی آقا خانومتون اومده، یعنی خانومات. کدومشون؟ هر چهار تاییشون. به آقای دکتر بگو بهشون بگی که حاجی حالش خرابه، ملاقاتش هم قدغنه. آخه ببینی خود آقای دکتر منو باهاشون فرستاد. بگو حالش بده. آخه نمیشه. بس یه دقیقه صبر کن، رو منو بپوشون، رو منو بپوشون. زود باش زود باش، بگو بیان تو، من در حالت اغمام. سلام حاجی. س...
سلام حاج آقا. بس که خوابن. نه خودشونو به خواب زدن. حاجی ما با هم آشتی کردیم. حاج آقا تصمیم گرفتیم هممون توی یه خونه زندگی کنیم. آره. مثل پروانه داره شما بگم. یه خبر خوبی براتون دارم. هممون اسباب کشی کردیم اومدیم خونه شمس الملوک خانم. این چند روزه اینقدر با هم گفتیم و خندیدیم. حالا جای شما خالی. آره اگه بودین من بادتون می‌زدم. من لقمه دهنتون می‌ذاشتم. منم بوستتون می‌کردم. بر پدر مادر اون کسی لعنت که بذاری زیر قولش. به خدا قول می‌کنم. قول. خیلی خوب خیلی خوب. حالا که اینطور شد منم از امشب بخوام عدالت رو رعایت کنم. چهار تا اتاق یه رنگ و یه جور، هر کدومتون مثل خانوما میرین تو اتاقتون زندگی میکنین، منم به نوبت بهتون سر میزنم. نمیخواین شماها به نوبت به من سر بزنین، انتخابش با خودتونه. کدوم یکیش؟ ها 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 ما به نوبت به شما سر میزنیم. بسیار خوب، پس شما ستا بفرمین اون اتاق. اول شمس الملوک به من سر میزنه یا من به شمس الملوک سر میزنم؟ چرا؟ چرا اول شمس الملوک خانوم؟ لابد اون عزیزتره. نه خیر، واسه اینکه اون گنده تر و پشت پا دم سابیده تره. نه خیر، برای اینکه اون زن اولمه. عدالت خدایی اینطور حکم میکنه. شمسی جون جارو بنداز. بفرمین بفرمین بفرمین. آسیاب به نوبت. بفرمین بفرمین. همینجا میشینیم همچی که شمس الملوک جیغ کشید شما بپرین تو اتاق. بعد کی بره؟ یکی از شما دوتا دیگه. چرا خودت نمیری؟ وا من میخوام آخر سر برم تا حسابی دمار از روزگارش در بیارم. خیلی خب. آه خودت لوس نکن. شمس خانم من لحاف ندارم. خب من چیکار کنم؟ مگه با من قهری؟ نه خیلی آشتیم. پس چرا منو زیر لاف را نمیدیم؟ آخه زیر لاف داری که اینجوری خوبه. میخوام شکل ماهی تو ببینم. الهی من قربون سر تا پاد برم شمسی خانم، تو از همه زنان بهتری. آره میدونم، به اونام همینو میگم. نه به جون تو، اینو فقط به تو میگم، اون برای اینکه تو واقعا از همشون بهتری. خدا لعنتتون کنه حاج آقا، یه جوری حرف میزنی آدم مرمورش میشه. اگه مرموره میشه بس بیام زیر لحاف. من مرمورم شده، شما که مرمورتون نشده. من مدت هاست که مرمورم شده. نه دلم میخواد خیلی مرمورت بشه، همچنین مرمور که سهله. من مرمورم شده. نه نشده حاج آقا، نشده. میگم نشده. نشده. شمسی خانم من صدا کردی؟ نه آره نوبت شماست. نه بابا هنوز نوبت گلبهار خانم نیست. چرا دیگه مگه خودتون نگفتین نوبتیه؟ با خودشون میگن، خودشونم زیر حرفشون میزنن. من از اولم گفتم آسیاب به نوبت. نه حالا نوبت گلبهار خانومه. تو خودت میدونی نوبت گلبهار خانوم نیست. اگه از من میپرسی میگم نوبت گلبهار خانومه. نه نیست. دوباره الهی قربون سر تا پات برم گلبهار خانوم، تو از همه زنان بهتری. آره میدونم، به اونام همینو میگیم. نه به جون تو، اینو من فقط به تو میگم، برای که تو واقعا از همشون بهتری. یه لحظه صبر کنی. خیلی چی کار میکنی؟ شرقه میدونی که من هیچ کاری رو بدون استخاره نمیکنم. شرقه بعد اومد. یعنی چه بعد اومد؟ بعد اومد دیگه. بعد اومد یعنی این که بعد اومد. اگه خیر بود خوب میومد، استخاره که دروغ نیست. بدش من خیر. مال من خوب اومد. مال من بد اومده. مال من خوب اومده. مال من بد اومده. مال من خوب اومده. مال من بد اومده. ای بابا چه کار نکنیم. نگار بیا. نگار برای دادو بیداد رو انداختی. نوبت توی نگار. نه خیلی دورو میده. من نفهمیدم نوبت کیه. نوبت توی استخاره بد اومده. نه خیلی خوب اومده. تو هم خوب اومدی نگار. تو هم خوب اومدی. به خدا اگه امشب به من دست زدین نزدین ها. چشم دست نمیزنم، گازت میگیرم. بیا گازت میگیرم. نه نه نیچه نه. آلا سلامتی من شوهر تو هستم.
گفتم امشب نه، امشب دلم میخواد بابام باشی. عزیز دلم، تو همیشه میگفتی صبح مثل بابا، حالا شبه دیگه شبه. نه یه دفعه هم دلم میخواد ناز بابایی شبونه رو حس کنم. ناز بابایی شبونه دیگه چه؟ پس میخواستی سر حق بگی که صیغه پدر فرزندی جاری کنن دیگه. وقتی تشرم میزنی چقدر مثل بابا میشی. بابا جون، بابا جون، الهی من قربونت برم. الهی من قربون اون سر تا پات برم نگاه جون، که تو از تمام زنان بهتری. آره میدونم، به اونام همینو میگی. نه به جون تو، اینو من فقط به تو میگم. اگرم به اونای دیگه بگم، به تو واقعا میگم، برای اینکه تو واقعا از اونای دیگه بهتری. اگه بهترم پس چرا حرف منو گوش نمی کنی؟ بگو عزیز دلم، بگو، هر چی بگی اطاعت میکنم. مثل بابا نازم کن. مثل بابا؟ آره. چشم. مثل بابا نیست. چرا مثل بابا؟ نه این مثل بابا نیست. اینه بابا. نه نیست. مثل بابا. مثل بابا نیست. چرا؟ نه نیست. نه. نوبتی هم باشه، حالا نوبت ماست، باشه بینم. آره نوبت شماست. چرا بابا نباشه؟ بابا نبود. بود قلم پاتو میشکنم اگه اینو به اونای دیگم گفته باشی. نه به جون تو، اینو فقط به تو میگم، برای اینکه واقعا از همشون بهتری. وقتی میگم بهتری، واقعا بهتری، از همشون بهتری. پدرشو در آوردم، اما پدر خودم هم در اومد. ناراحت نشدی؟ نه نذاشتم به اونجا برسی. نه بوداری میلرزی، تمام تنم مثل مرغ برکنده دوندون شد. حالا کی باید بریم مزاحم بشی؟ شیخ که زد، هر سمون با هم میریم. پس بریم پشت در مواظب باشیم. ای شمس خانم، ایوا پس چرا نمیاد؟ شما بریم، من یه خود آب بزنم به صورتم حالم جا بیاد، گور گرفتم. پس چرا جیغ نمیزنی؟ من چه میدونم، لابد وقتش نرسیده. آخه خیلی وقت تو اتاقه. مهین خانم خیلی زبله، میخواد ببره لب چشمه تشنه برش کرد. اون حاجه که من دیدم تشنه که بر نمیگرده هیچی، الان آبتنی هم کرده. خدا مرگم بده، نکنه بهمون کلک بزنه. شمسی خانم، شمسی خانم. بله. چی رو اینقدر داد و بیداد رو انداختی؟ میگم چرا مهین خانم چی رو نمیزنی؟ چیه میدونم، من مهین خانومم. بریم دید بزنیم. ثابت کن که تو از همه زنان بهتری. ثابت کن. به شرطی که نظری اونا بفهمن. مگه جرم زنمی؟ حلال و حلولمی؟ آخه نه، ما با هم قرار گذاشته بودیم تو رو اذیت کنیم، حالا اگه بفهمن من یکی تو رو اذیت نکردم با هم بد میشن. پس شما با هم دست به یکی کرده بودیم؟ من نه، اونا. الهی من قربونه تو برم که از همه زنان بهتری، به اونا دیگم نگفتم ها. میدونم اینو فقط به من گفتی، برای اینکه تو واقعا از اونا دیگه بهتری. من که هنو جیغ نکشیدم. بلکه سرکار خانم فردا صبح جیغ بکشی. دورو خدا، جون حاج آقا، جون من، دورو خدا، من مردم آزار لعنه.
عجله کنیم، ممکنه یارو بره. ببینم این یارو کی هست حالا؟ استاده، مرشدمه. همه فوت فن کار من پیش او یاد گرفتم. همون حبا که بهتون دادم و معجون حرف جوش پیش او گرفتم. راستی حبا چطور بود فایده کرد؟ حبای دولاپنه؟ آره معرکه بود، اما بعدش این بود که این زنها لجبازی میکردن. اونم چی ضعیفایی، خدا نصیب گرگ بیابان نکنه. همچین کیسه رو کشیدن سرم، کتکم زدن که جونم در آمد. اینا رو کجا پیداشون کردی؟ از دیو دو سر همشون مثل برقه بودن. از موقعی که فهمیدن من چهار تا زن دارم افریته شدن. چرا گذاشتی بفهمن؟ با همه زرنگید اینجا رو خنگی کردی حاج آقا. خب حالا که فهمیدن دیگه باید فکر چاره کرد. چارش همین دواهای مرشده. به خورد هر زنی بدی و مثل پروانه دورت میگرده. دیشب من کشتیارش شدم، سرد این گرد فاش نکرد که نکرد. به هیچ کس هم نمیدونم. خب بلکه به ما هم ندا. بله ولی باید محض خاطر حاج آقا ریشک رو بذارم. باید اصرار کنی. میگه از اصرار غافل مشو که با اصرار میشه فیله بکنی تو سوراخ موش. مرشد جان سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم. اجازه بدید دست جناب عالی رو ببوسم. نه 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 این در شأن ما نیست. حاج آقا کمال را به شما معرفی می‌کنم، از دوستان قدیم بنده. سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم، خوش آمدید. حاج آقا یه گرفتاری پیدا کردن که گرش فقط به دست مرشد عظیم شأن بنده باز می‌شه. بفرمایید در خدمت گذاری حاضرم. مرشد جان خواهش بنده را رد نمی‌فرما. نه نه دست رد به سینه حقیق نمی‌زنه. نه خیر. عرض کنم زوجه حاج آقا نسبت به ایشان بیمهر شده است، احتیاجی مبرمی به اون گرد کذایی داره. استغفرالله استغفرالله، این گرد را 20 سال است که به احدی ندادم و تا نفسی باقیست به احدی نخواهم داد. خیلی ببخشید جناب مرشد، ولی شما قول دادین که خواهش میرزا را اجابت کنید. قربان در این مورد به خصوص خواهش میکنم که خواهش نکنید. استاد شما که نمیدونید این چهار زن موجب عذاب من شدن. آخه ببینم آیا جناب عالی یک جفت همسر دارید؟ دو جفت. پس به شما اصلا از این گرد نمیتوانم بدهم. چرا؟ احتمال دارد این گرد را به یکی از آنها بخورانید و این موجب عدم اجرای عدالت گردد. من به شما قول میدم که این گرد را به هر چهار زن بخورانم. شما تضمین میکنید؟ من به حاج آقا بیشتر از تخمه چشم خودم اطمینان دارم. بسیار خوب، این گرد را در چای می‌ریزید و به طوری که طرف متوجه نشود به خوردش می‌دهید. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. ببخشید چقدر باید تقدیم بکنم خدمت؟ نفهمیدم چی؟ عرض کردم چقدر تقدیم کنم؟ چی میگی؟ من نمی‌فهمم. اسم پول نیا. استغفرالله، اسم پول نیار. آه فهمیدم. عرض کردم چقدر تقدیم کنم قربان؟ چی فرمودید؟ حاج آقا زنده به سرش باشد. ای داد رفت تو حالت اغما. گفتم راجب پول با این حرف زن. آه من چه میدونستم؟ حالا پاشو برو. اگر به هوش بیاد چشمش بهت بیفتد باز کش میکنم. تو باش برو. مرشد جان رفت. استاد جان کجاست؟ رفت رفت قربان رفت. برو گرد را ازش بگیر. این شخص لیاقت اون گرد را ندارد. چرا قربان دارد؟ مرد نجیبیست. نه میترسم از اون سوء استفاده. نه نترسید. اگر فقط به یک همسرش خورانه شد. نه خیر شما مطمئن باشید. این حاج آقا که من میشناسم دستور شما را نل به نل اجرا میکند. گرد را به چهار زنش میخوراند. برای اینکه عدالت را رعایت بکند خودش هم میخورد. استغفرالله استغفرالله استغفرالله. خودش نباید بخورد. این گرد برای اناث است. زبور اگر بخورد اناث میشود. چرا من چهار پاشی یه خود کمک کنین، مهمون که نیستی، خونه خودتونه. شمس الملک خانم من نمیتونم بگیرم. وا میونه این هیرو بیار، بیا زیر ابروما بیار. بله. نگاه جو برو اون چایی رو بیار دم کن. امشب میخوام همچین سنگ تموم بذارم که حاجی مثل تخمه تو مایتابه ترق و ترق کنه. پس من چی؟ خوب معلومه، تو هم یه کاری بکن که مثل ماهی تو مایتابه جلیز و ویلیز کنه. یا الله یا الله. بفرمایی شمس الملوک خانم، چای حاضره؟ الان دارم میکنم. سلام حاج آقا. وا حاج آقا شما هیچ وقت عصر خونه نمیمدی؟ لابد خونه شمسی خانم عادت دارن عصر بیان. سلام. نه والله به خدا اینجام دفعه اوله که عصر میاد. گلبار خانم حاج آقا تشریف آوردن.
چطور شد عصری اومدی اینجا؟ از این نزدیکی ها رد میشدم، گفتم بیام یه چایی بخورم. آه. اون چایی رو دم کنی. سلام حاجم. سلام علیکم. چرا نشستین؟ باشین پذیرایی کنین از شوهرتون. و نگار برو یه لیوان آب خوردن برد بیار. تو هم برو یخت نون پنیر برد بیار، من میخوام بخورم. اون مربای شقاقلم یادت نه؟ چشم. تو هم برو تسبیت بیار، میخوام یخت ذکر بگم. منم لابد باید دست و پاتونو بمالم. نه تو برو دم در یه سر بزن ببین من در بستم یا در کوچه. دست درد نکنه، آب نطلبیده مراد. نطلبیده نیست، خودتون طلب کردین. هرچی طلبم نبود. حاج آقا بفرمایین، اینم تسبیح. ولش کن. در کوچه بسته بود، خوشتون میاد الکی آدمو بفرستین دنبال فرمان؟ زن خوبه فرمانبر پارسا کند مرد درویش را پادشاه. پس باید نون شما هم تو روغن باشه، ما که همه گوش بفرمونی شما. این شما این است که فقط روزا گوش بفرمونی. اون زن خوبه فرمانبر پارسا که گفتم روز و شب باید فرمانبر باشه. پس این چای دم نکشید. بفرمایین. بذار جلو نگار. که تا حالا اول باید به کوچکترها تعارف کنم. کوچکتره، برای همینم دلم میخواد فرمانبرتر باشه. بفرمایید. اینم از جلو گل بهار خانم. شما امروز چقدر تعارف میکنی؟ تعدد زوجات موقعی حلاله که مرد عادل باشه. اول چهار تا زن بعد خدا. پس اینم لابد باید بذارم جلوی مهدی خانم. بله بله. بعدم شمس الملوک خانم، اون دست آخر سرم خودم. بدش به من. بفرمایید. من نگاه میکنی؟ پس چی جوری میخوای بهت نگاه کنم؟ مثل اینکه امشب از خر شیطون اومدی پایین. آره دلم میخواد بهت حمله کنم، دلم میخواد تو به من حمله کنی. خب درست، اما هر کاری یه مقدمه داره، بی مقدمه که نمیشه. نه بی مقدمه، بی مقدمه. عزیز دلم، آدم دعوام که میکنه اول یه چند تا بعد بیرا میگه، یا زرفی نمیزنه تو گوش طرف که. چرا میزنه؟ میزنه. بزن. راه نمیده. تو دیگه منو دوست نداری. به جهنم که راه نمیده. چه خبرت خانم؟ دوستت رو مراقب کردی؟ چی بودم؟ بیا خوش نگاه کن. آکله الهی من خواهدات بشم. چقدر خیلی مردی هست. حاجی جون خوب حاجه ها که بدونین چقدر دوستتون داره. ای نگار خانم، این صفحه باره چهار نفره. آشو یعنی میبینی چه آتیش باره؟ تو از اونم بعد تجیز دارم نمیشه من. بله حاجه ها، بله حاجه ها، خوب و
اومده. میدونی که من تو رو به همه زنام ترجیح میدم، اما یه مشکلی پیش اومده که مجبورم نوبت تو رو به نگار بدم. آخه من استخاره کردم، خوب اومدی. بدبخت اینه که استخاره من بد اومده. آخه وا واس کی بد اومده؟ به نظرم برای هر چهار تا تو. بیا بریم. هی حاجی جون، حاجی جون بی بخوابیم. دستمو ول کن. باش بیا حاجی. حاجی تو من اینجا بریم. بعد منو زمین ننداز. آخه خوب اومدی. بیا تو شمسی خانم چرا گریه میکنی؟ کتکت زد؟ عالیه. آخ جون کتکم میزنه. خوابه خوابه، کتک خوردنم خوشحالی داره. بابا من خوشم میاد مرد کتکم بزنه، اما حاج آقا هیچ وقت منو کتک نزده. ببینم چجوری کتک میزنه ها؟ کتک نزد. پس چی کار کرد؟ هیچگاه نکرد. نزده. بیا بیا الاغ سواری، بیا به پرواله سوار شو. اولی کلا ماشالله. یه اینم درست میشه. یه اینم راه نمیده. یعنی چی راه نمیده؟ راه نمیده یعنی راه نمیده دیگه. اینم یه جور ناخوشیه. فردا باید برم دکتر. حالا چرا نمیخوابی؟ نه خیلی لازم نکرده. حالا بیا شایدم راه دار. نه خیلی لازم نکرده. بیا مثل بابا نازت بکنم. نه خیلی لازم نکرده. تو خودت همیشه دلت میخواست مثل بابا نازت بکنم. صبح نه شب. من این خانم یه گلبهار خانم. هیچ کدومشون. ایوا چه طرفه؟ بله دیگه خانم سوگلیه. تا شما اینجا نشستی من یه تو که پا میرم پیش حاجی. شما هم اینجا باشین خوب نیست؟ شمس الملک خانم تنها باشن. نه مهی خانم نه، بیاین اینجا تا بهتون بگم. حاج آقا مریض. چشونه؟ شما که لابد میدونین چشه. وا چشه؟ کجایی دارم در به در عقبت میگردم؟ رفتم در دکونه دیدم بسته است. از همسایه‌ها سراغ گرفتن گفتن نمیدونیم کجاست. لاف تو آدرس خونه شاگردتو داد. بودو بودو رفتم در خونه پسره گفت اوستام تو قهوه خونه. حالا چی کار داری با این نجله؟ بیچاره شدم. چطور مگه؟ بدبخت شدم. مگه چی شده؟ روسیا شدم. آخه این گرد چی بود مرشد شو بنده؟ تا تهش خوندم بیچاره بنده خدا. از کجا میدونی؟ از اون گردم خوردی؟ آره چطور مگه؟ مگه خدا بهت رحم کنه؟ مگه فرشتهای آسمون زیر بالاته بگیره؟ چرا مگه چی شده؟ دیگه میخوای چی بشه؟ از اون گرد خوردی دیگه؟ مگه نباید میخوردم؟ نه اون مال اوناس هست. مگه گردم اوناس و زکور داره؟ بله جانم، اون حبا مال زکور صف میکنه، این گردا مال اوناس شل میکنه. حالا شما گرد اوناس خوردی شل شده. حالا یه دوا موایی نداری من بخورم دو مرتبه صف بشم؟ بالای این گردا دیگه دوایی وجود نداره. برای همینه که مرشد به همه کس نمیده. اون بیچاره از همین ترس دار که مبادای همچین چیزی پیش بیاد. پس من چیکار کنم؟ چه خاکی به سرم بریزم؟ میز آقا جون من یه مرد معمولی نیستم، چهار تا زن دارم، تعهداتم زیاده. یه فکری به حال من بکن. متاسفم که از دست من کاری ساخته نیست. باشه بریم پیش مرشد. نه حاج آقا، اسم مرشد نیار که اگه یک بار دیگه تو رو ببینه سکته میکنه. پس خودت برو یه نسخه ازش بگیر. ضد این گرد دوایی وجود نداره. پس من چی کار کنم؟ میدونیم از دو کار یک کاری میتوانید بکنید. یا باز برید دکتر اگه خدا خواست خوب بشین، یا چهار تا زنتان را طلاق بدهید. الهی بمیرم براش. از در اومد همینجور سرش انداخت پایین، یه راست رفت تو زیر زمین گرفت خوابید. بهتون بگم من میدونم چی کار کنی. مربای شقاقل کولاک میکنه. نه زنجبیل، زنجبیل پرورده.
من که به اندازه شماها تجربه ندارم، اما میگن موز خیلی اثر داره. نه موز، نه مربای شقاقل، نه زنجبیل. حاجی رو نظرش زدم. یه مرد 4 تا زن داشته باشه تو این دور و زمونه مگه از چشم بد در امونه؟ اونم حاج آقا. ماشاءالله، هزار ماشاءالله. ما که دیگه خودمون خبر داریم. ول کن خانم، کی نظرش زده؟ اصلا کی میدونست که 4 تا زن داره؟ خودمون. چرا تا حالا که از هم دیگه خبر نداشتیم؟ حاجی هیچ پاکش نبود، خودمون نظرش زدیم. من که الحمدلله چشام پاکه. حتما مهین خانم نظرش زده، از چشاش پیداست. وا چشام چه ای بشه؟ تو آینه نگاه کن میفهمی، دو دو میزنه. بی خود یکی به دو نکنی، الان براش تخ میشکنم معلوم میشه کی نظرش زده. باره جون خودت، به هوای تخ شکستن میخوای بری پیش حاج آقا ما رو قال بزن. نه جونم، هر چهارتامون با هم میریم. پس منم مربای شقاقلمو میارم. منم زنجبیلمو. بذاریم منم موز بیارم. خدایا به حق بزرگواریت، به وحدانیتت، به عدالتت، به کرامتت، این بنده حقیر تو جلوی این 4 تا زن رو سیاه نکن. حاجی جون قربون شکلت برم، پاشو یه فکر بکری واسه کردی. حاج آقا پاشو اومدیم عیادت. حالتون خوبه؟ مثل اینکه دیشب تو حاله، حالتون احوالتون همچین خوب نیست، درسته؟ حاجی جون همش تقصیر خودمونه، ما دیشب نظرتون زدیم، پاشین میخوام واسه تون تخم بشکنم. هی حاجی آقا، حاج آقا موز واسه تخم مرغ میشکنم. نه زنجبی، نه خیر مربای شقاقل. قول من چقدر باید منتظر بشم؟ تا موقعی که بچه دنیا بیاد. شما 24 ساعت زودتر خانمتون آوردین زایشگاه. خب تقصیر ما چیه؟ باید منتظر بشیم. لا 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 لا، تو رو خدا نگاه کن، زاییدنم بدبختی داره. وای چه خوشی شماست. سلام علیکم خانم. سلام، چه فرمایشی داری؟ احوال شما خوبه؟ متشکرم آقا. خانمتون آوردی؟ نخیر. خانم منزلن؟ بله، مقصودتون چیه؟ منظرت میخوام، درد شروع شده؟ نخیر، چی عرض کنم، درد که نداره. پس چرا حالا اومدین؟ صبر کنین دردش که شروع شد اون وقت تشریف بیاری. مگه دردم داره؟ شما تازه ازدواج کردین؟ نخیر، چطور مگه؟ آخه همچین میپرسین دردم داره مثل اینکه دفعه اولتونه. ببخشید، پس مریضایی هم هستن که چندین بار مبتلا شدن؟ همین آقایی که اینجا نشستن 10 تا بچهشون تو این مریض خونه به دنیا اومده. این آقا مبتلا؟ بله، خانمشون تو اتاق زایمانه. خانم شما دردشون شروع شده؟ من برای خانمم اینجا نایمدم، خودم یه اشکالاتی دارم. پس چرا تشریف آوردین اینجا؟ اینجا زایشگاه است، بفرمایین پایین.
سلام علیکم. سلام آقا، چه فرمایشی داریم؟ خب آدم دکتر میاد برای چی؟ مریض هستیم. خب بله دیگه. بیماریتون چیه؟ خانم چرا اصول دین میپرسین؟ مگه شما دکترین؟ باید بگین چتونه تو شما رو بفرستم پیش دکتر متخصص. مگه اینجا چند تا دکتر هست؟ متخصص بیماری های مقاربتی، بیماری های زنان، سکسولوگ و کینگولوگ. منو بفرستین پیش متخصص بیماری های مرد. برای امراض مقاربتی؟ نه 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 نه. برای بچه دار شدن؟ تقریبا یه همچی چیزی برای. تقریبا یعنی چی؟ من باید تحقیقا بدونم. نمی زحمت ببخشید. بفرمایید در دوم. دکترش مرده؟ آره. آه شکر. روزی یکی از این آمپولا رو میزنیم، روزی سه تام از این قرصا میخوریم. اگه بهتر نشد این هفته دیگه به من یه سر بزنیم. چش. متأهل هستین؟ بله، اونم چجور؟ یعنی چی اونم چجور؟ خانومتون جوونه؟ هم جوونه، هم پیره، هم میونه ساله، هم متوسط السنه. آخه من چهار تا زن دارم. چهار تا؟ بله. اون نسخه رو بدین من. از این قرص روزی 12 تا میل میکنیم، آمپولم روزی 4 تا بزنیم. دو تا صبح، دو تا شب. بله. چشم. مرسی. بفرم. خداحافظ. خداحافظ شما.
بود دورش دیدی؟ عجب دور زمانه ای شده. دوره آخر زمان شده دیگه. ما تا شدینده بودیم با جوشونده و حب و کپسول معالجه میکردن، حالا با انگشت به سراغ مریض میرن. پس طب جدیدم دردتو دوا نکرد ها؟ نه خیر، هر چی گفتن عمل کردم. ماساژ دادم، ورزش کردم، برق گذاشتم، آب معدنی رفتم، آمپول بهم زدن، یکی یه همچین قرص خوردم، شل خوردم. شل؟ شل دیگه چیه؟ شل برعکس قرص دیگه، قرص سفته، شل گرده میریزن تو آب حلش میکنن. اینا همش کلکه، درد شما میدونی چیه؟ اشتها کور شده. یعنی چی؟ آهای دو تا چای ورده بیار. تا حالا شده 10 روز پشت سر هم آبگوش بخوریم؟ هیچی دیگه، چشمت که با آبگوش بیفته اشتهات کور میشه، دیگه میل به غذا نداری. اما اگه قرمه سبزی جلوت بزنن اشتهات وا میشه. اینو مربوط به شکمه، چه ربطی به درد من داره؟ فرقی نمی کنه، تنوع در هر چیزی اشتها میاره. چی میگی؟ تنوع که دارم، الحمدلله خدا رو 100,000 مرتبه شکر، تو سفره خونه من 4 رنگ غذا نشسته. درسته، اما هفته 7 شب این 4 رنگ غذا عوض نمیشه. باید یه تنوعی برای خودتان درست کنی. اینا استغفرالله، آخر عمری بیام خودمو به گناه آلوده کنم؟ گناه چرا؟ از راه شرعی. یعنی بازم برم زن میگیرد آقا؟ یا عوضش میکنن یا زیرابش میزنن، وقتی سرش خالی شد 2 مرتبه سرش آب میرزن. چرا با علم و اشاره حرف میزنی؟ درد من چیکار به زیراب حوض داره؟ یعنی زیراب خودمو بزنن؟ نه حاج آقا، با تمام ناقلاییت گاه اوقات خنگی میکنی، زیراب اندرونه بزن. یعنی چه؟ اون کهنهش رو رد کن بره، مثل اینکه زیراب حوضی زدی. بعد یه دانه نو بیار، مثل اینکه آب تازه رو کریزره. نه این نمیشه. این 4 تا زن مثل 4 تا گل هستن، هر کدوم یه بوی میدن. پس فقط 1 چاره داره. ها؟ سیگه. سلام. سلام علیکم. بفرمایید. سبیه خیر، ایالن سیغم نمیشن. خب گناه داری که ما هنوز نامحرمیم. یه ساعت دیگه محرم میشیم. پس تا یه ساعتی دیگه باید دندون رو جیگر بذاری. بابا شرعیش هم حساب کنی، قبل از جاری شدن سیغه یه نظر حلاله. خیلی خوب، خیلی خوب، بفرمایید. همین؟ باش پس چی؟ بفرمایید زیر چادر. مادرم خانم خودمونی شما خیلی لغندین ها. ایده کجاشو دیدی؟ این راه قم چنقدر دور شده؟ آجون یخت تونتر برو. خیلی عجله دارین آقا. شما هم اگه جای من بودین عجله داشتیم. عجله داریم با تیاره بریم. حالا چرا اینقدر عجله داریم؟ عجله کار شیطونه. وقتی حرومی باشه کار شیطونه، اما وقتی شرعیش باشه عجله کار فرشته های آسمونه. بعد تو اتوبوس.
آقا اگه من میتونستم جلوی اینا رو بگیرم به شما پناه نمیوردم. ملاحظه بفرمایید چه به روز من آوردن. خدا رحم کرد که جون سالم به در بردم. خب خب بیا بتمرن منم بگیم بر نزن. تازه خیلی هم ملاحظه تو کردی. آخه تو هم یه چیزی بگو. خفش میگه.